دوستان عزیزم سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه، هر جا که هستید شاد و سلامت باشید. من زهره هستم از برنامه انگلیش ناو، از مجموعه برنامه های نوتبوک شبکه تلویزیونی AMG در خدمت شما عزیزان. دوستان، موضوع برنامه امروز ما پاست کانتینیوس هست. همونطور که در برنامه های قبلی دیدین، ما در این برنامه ها آموزش زبان انگلیسی رو به فارسی زبانان مقیم کشورهای انگلیسی داریم. در جلسات قبلی راجع به موضوعاتی مثل پرزنت سیمپل، پرزنت کانتینیوس، پرزنت پرفکت و present perfect continuous صحبت کردیم، همچنین past simple. خوشبختانه موضوع صحبت امروز ما خیلی پیچیدگی های present perfect و present perfect continuous رو نداره، موضوع ساده ای محسوب میشه در مقایسه با اونها. و طبق روال برنامه‌های همیشگی ما با یک جمله انگیزشی یا جمله inspirational شروع میکنیم برنامه‌مون رو، بعد راجع به اصول و گرامر استفاده از این زمان، فرم و فرمول استفاده از این زمان میپردازیم و صحبت میکنیم، و بعد راجع به کاربردهای این زمان حرف خواهیم زد. در این بین هم سلایت هایی خواهیم داشت در رابطه با جملات کاربردی که در محاوره به کار خواهد اومد. جا داره که تشکر بکنم از شرکت محترم موگش ترانزیت که اسپانسر این برنامه هستن. Are you planning to purchase a home or refinance your existing mortgage? You may want to start off with finding the right mortgage broker. Here are a couple of pointers to bear in mind when choosing a right mortgage broker. A competent mortgage broker provides you with a lot of information about the process and the product they are offering you. They should always provide you with details of the given deal instead of just making you sign off on a commitment with limited information. The product or the service they are offering you must best suit your qualifications and financial needs. A good mortgage broker will look for the best product matching your short and long-term needs, as opposed to just focusing on the lowest interest rate. Always look to find if there are positive reviews or online testimonials about their services. At Mortgage Transit, the services we provide will save you time and money. Mortgage Transit, your journey home. دوستان، طبق روال همیشگی برنامه با یک جمله انگیزشی یا جمله الهام بخش برنامه رو شروع میکنیم. ببینیم جمله انگیزشی که امروز براتون آماده شده چه هستش. با هم دیگه این اسلاید رو نگاه بکنیم دوستان. You are rich when you are content and happy with what you have got. ببینید معنیش چطور هست. You are rich خیلی جمله ساده ای، جمله بسیار ساده که از فاعل و فعل و ادجکتیو یا صفت ساخته شده. یعنی شما ثروتمند هستید. اما به چه شرطی؟ When you are content and happy with what you have. Content صفت هست به معنی راضی بودن، خوشنود بودن. یعنی وقتی که شما خوشنود و راضی و شاد باشید با اون چیزی که دارید، در این صورت هست که شما ثروتمند خواهید بود. امیدوارم که دوستان شما همیشه ثروتمند و راضی و شاد باشید با اون چیزی که دارید. اما برگردیم سراغ موضوع گرامر خودمون. راجع به پاست کانتینیوس قرار هست که صحبت بکنیم. ببینیم فرمول ساخت پاست کانتینیوس به چه صورت هست دوستان. با هم دیگه نگاهی بندازیم به اون جدولی که من براتون درست کردم. در این جدول راجع به پاست کانتینیوس و زمان فاعلی و فرمول ساخت پاست کانتینیوس صحبت می‌کنم. همونطور که در اسلاید مشاهده می‌فرمایید دوستان، زمان فاعلی رو به دو قسمت تقسیم کردم براتون. ما در فعل‌های پیش، در زمان‌های پیش می‌دیدیم که زمان فاعلی به دو دسته تقسیم می‌شدن و همیشه زمان فاعلی مثل you, they, we یک شکل صرف می شدن، ولی زمایر سوم شخص مفرد جوری دیگه این صرف می شدن. در اینجا، یعنی در present continuous و past continuous، I به اضافه زمایر سوم شخص مفرد به یک شکل صرف می شن و زمایر مفرد زمایر فاعلی دیگه مثل you، مثل they، مثل we به شکل دیگه صرف می شن. و تفاوتشون فقط در دو فعل متفاوت کمکی هستش. همونطور که ملاحظه می فرمایید I، he، she، it و فعل کمکی was صرف میشن که به صورت منفی wasn't هم استفاده میشه. این در حالیه که you, we و they با فعل کمکی were صرف میشن که حالت منفیش هم weren't هست. بعد از همین فعل ها فعل اصلی به اضافه ing میاد یا حالت present participle فعل اصلی میاد. پس ما جملاتی مثل I was walking. She wasn't playing. I wasn't fishing رو خواهیم داشت. و یا در مثال دوم They weren't playing. We were walking. You weren't fishing. پس فاعل
به اضافه فعل کمکی was یا were، حالا در حالت مثبت یا حالت منفی، به اضافه فعل اصلی، به اضافه ing، این فرمول ساخته در حقیقت past continuous هست در حالت ساده، در حالت مثبت و در حالت منفیش. اما ببینیم حالت سوالی past continuous به چه صورت هست، چطور میتونیم past continuous سوالی بکنیم. خب همونطور که ملاحظه میفرمایید در past continuous ما کلمه پرسشی رو داریم already، یعنی فعل کمکی وجود داره. همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم، در زمانهایی که فعل کمکی در جمله وجود داشته باشه، شما کافی هستش که فعل کمکی رو جاش رو با فاعل عوض بکنید. فعل کمکی به اول جمله، بعد فاعل رو قرار میدیم و بعد فعل به اضافه ing و بعد هم بقیه جمله. همونطور که ملاحظه میکنید دوستان، مثلا was I eating، wasn't he playing، wasn't she talking، و یا were you eating، were we playing، weren't they talking. پس من فقط جای ضمیر فاعلی و فعل کمکی رو عوض کردم. این نحوه سوالی کردن همه زمان ها هستش، زمانی که فعل کمکی در جمله وجود داشته باشه، یعنی جمله خودش already فعل کمکی رو داشته باشه. در غیر این صورت مثلا زمان هایی مثل present simple و یا past simple که فعل کمکی در جمله وجود نداره، از do و did و همچنین do، does و did استفاده میکردیم. حتما حضور ذهن دارید دوستان. اما بریم سراغ این که ببینیم در چه جاهایی ما از past continuous استفاده میکنیم، کاربرد های past continuous به چه صورته. همونطور که ما قبلا خدمتتون عرض کردم، مسئله کاربرد اهمیت زیادی داره، این که بدونیم چرا، کجا و چطور باید از past continuous استفاده بکنیم. فرمول یک مسئله است، فرم یک مسئله است و کاربرد هم مسئله دیگه ای داره. از زمان گذشته استمراری بیشتر برای بیان کارهای استفاده میشه که در گذشته اتفاق افتاده و مدتی ادامه داشتن، ولی حدود زمانی آنها به طور دقیق مشخص یا مهم نیستش. پس ما راجع به اعمالی که در گذشته اتفاق افتادن و مدتی هم ادامه داشتن، اما اینکه چه مدتی ادامه داشتن، از کی شروع شدن و کی تمام شدن، اطلاع چندانی در دسترس نداریم. فقط میدونیم که این اعمال در گذشته اتفاق افتادن و در گذشته هم به پایان رسیدن. و یا در اغلب موارد گذشته استمراری همراه با گذشته ساده به کار برده میشه. این نکته بسیار مهمیه. در چنین حالتی گذشته استمراری بر کارها و فعالیت‌های طولانی‌تر در پس زمینه دلالت میکنه، در حالی که گذشته ساده بر کارها و فعالیت‌های دلالت میکنه که در میانه کارهای طولانی‌تر واقع شدن. مثلا فرض بکنید که من بگم من دیروز رفتم، در حالی که خرید میکردم ناگهان دوستم رو دیدم. خب یکی از عملهای من که در اینجا هستش، یکیش خرید کردنه و یکی دیدن دوستمه. کدوم عمل به نظر شما طولانی تر بوده و کدوم عمل کوتاه تر بوده؟ اگه دقت بکنید متوجه میشین دوستان که عمل خرید کردن طولانی تر بوده. من وقتی که مشغول خرید بودم یا وقتی که خرید میکردم ناگهان دوستم را دیدم، یعنی در حال انجام کاری بودم که یک کار دیگه اتفاق افتاد و اون عمل اولیه رو قطع کرد. اون عمل اولیه یا همون عمل پس زمینه همیشه از past continuous استفاده میشه برای بیانش. و اون عمل دوم که عمل اول رو قطع میکنه و در حقیقت موضوع متفاوتری رو، موضوع مختلف و جدیدی رو ارائه میده و معرفی میکنه، از past simple استفاده میشه. پس باید داشته باشه که past continuous معمولا به تنهایی نمیاد. اگر به تنهایی بیاد در کانتکست مثل در یک استوری، در یک جمله، در یک داستان استفاده میشه. در غیر این صورت ما past continuous رو عموما با past simple میاریم. در جایی که وقتی میخوایم راجع به یک عمل پس زمینه صحبت بکنیم از past continuous استفاده میکنیم، و وقتی بخوایم راجع به عملی صحبت بکنیم که past continuous رو قطع میکنه از past simple استفاده میکنیم. من براتون یک محور زمان آماده کردم دوستان، ملاحظه بفرمایید در اسلایدی که براتون آماده شده در این محور زمان. در محور زمان من خدمتتون نشون میدم عملی که در گذشته اتفاق افتاده، در past simple اتفاق افتاده، و عملی که اون عمل کامل شده در گذشته، و بعد هم زمان حال. یعنی شما زمان حال رو ملاحظه میکنی، همین اعمال گذشته ساده و گذشته continuous، past continuous، قبل از زمان حال اتفاق میفتن. پس در یک برهه‌ای در زمان گذشته شما عملی رو شروع میکنید که I started doing که past simple، و در برهه‌ای در گذشته اون عمل رو در حقیقت تمام میکنید، finish میکنید اون عمل رو که I finished doing it، بازم past simple رو داریم. اما past continuous عملی که در بین این اعمال اتفاق میفته، یعنی بین در حقیقت شروع کردن و نقطه شروع و نقطه پایان یک عمل که دو نقطه کاملا مشخص هستن، ما past continuous رو داریم. عملی که طول مدت داشته، در طول مدتی اون عمل طول کشیده تا به پایان برسه. پس ما از past continuous برای بیان اعمالی استفاده میکنیم که در گذشته اتفاق افتادن و اتفاق افتادنشون یک طول مدتی کشیده، یعنی که از نقطه شروع تا نقطه پایانشون یک دوره زمانی گذشته و بعد از اون دوره زمانی عمل دیگه ای رخ داده. دوستان
دوستان، همونطور که خدمتتون قول داده بودم، قرار هست که طبق روال همیشگی برنامه ما بین گرامرها و نکات گرامری که آموزش میدیم حتما مطالبی داشته باشیم در رابطه با فعل‌های چند بخشی و یا اصطلاحات کاربردی برای جملات روزمره که بیشتر به درد شما میخوره، برای اینکه کمکتون بکنه خیلی روان‌تر و سریع‌تر و سلیس‌تر صحبت بکنید. اما عبارتی که امروز براتون آماده کردم که با هم می‌بینیم در اسلاید، یک فعل چند بخشی هستش یا فعل فریزال ورب در حقیقت، که ما چند جلسه پیش هم راجع به فریزال ورب ها صحبت کردیم مفصلاً. فعل فریزال وربی که یا فریزال وربی که امروز براتون آماده کردم bump into هستش. bump into به معنای to unexpectedly meet somebody، به معنای اینکه somebody or something find something هستش. یعنی شما ناگهانی کسی رو ببینید یا ناگهانی به کسی یا چیزی برخورد بکنید. مثلا میگید که من دیروز داشتم خرید میکردم، ناگهان برخورد کردم به دوست قدیمی. I was walking، ما امروز درسمون راجع به past continuous هم بود. I was walking on the mall yesterday. Suddenly I bumped into an old friend. من دیروز داشتم توی مرکز خرید راه میرفتم که ناگهان برخورد کردم به دوست قدیمی. پس bump into phrasal verb هستش، به معنی برخورد کردن یا به یه چیزی یا یه چیزی رو پیدا کردن بدون اینکه انتظارش رو داشته باشید. مثلا تو مدارکتون دارین تو چیزی میگردین، ناگهان یه چیزی رو پیدا میکنید، برای اون هم از فعل bump into میتونید استفاده بکنید. پس میتونید توی لیست phrasal verb هایی که تا حالا یادداشت میکنید phrasal verb bump into رو هم دوستان عزیزم یادداشت بکنید. اما برگردیم سراغ گرامر و موضوع گرامری که راجبش صحبت میکردیم. من راجع به فلسفه پاس کانتینوس باهاتون صحبت کردم، یک محور زمان خدمتتون نشون دادم و حالا راجع به کاربرداش به طور دقیق‌تر شماره بندی شده صحبت بکنیم با هم دیگه. به طور کلی گذشته استمراری در مواد زیر به کار میره دوستان. یک، برای بیان کاری که قبل از زمان خاصی در گذشته آغاز شده و احتمالاً پس از آن هم ادامه خواهد داشت. دوستان به مثال توجه بفرمایید. What were you doing at 6 o'clock? I was having breakfast. یعنی ساعت 6 چه کار می‌کردی؟ من اون موقع داشتم صبحانه میخوردم. پس وقتی داریم به عملی اشاره میکنیم که در زمان خاصی اتفاق میفته و احتمالا پس از اون زمان خاصم ادامه داره، یعنی طول مدت داره، همونطور که در محور زمان مشاهده کردید، ما از پاس کانتینوس استفاده میکنیم. یعنی مشخص نیست که عمل چه موقعی دقیقا آغاز شده و چه موقعی به پایان رسیده. چیزی که اهمیت داره و چیزی که وجود داره این هستش که این عمل در یک زمان نامشخصی شروع شده و ادامه داشته و در زمان نامشخص تری هم احتمالا به پایان رسیده، ولی ما پایان و آغازش رو به طور مشخص نمیدونیم و اساسا اون چیزی که اهمیت داره طول مدت زمان هستش، طول مدت اون عمل هستش و نه نقطه شروع و نقطه پایانش، مثل پاس سیمپل. اما مورد دوم استفاده از پاس سیمپل، پاس کانتینوس، دوستان این هستش که برای بیان کار یا فعالیتی در گذشته که به وسیله چیز دیگه قطع شده، به وسیله فعالیت دیگه قطع شده، همونطور که خدمتتون عرض کردم عمل پس زمینه محسوب میشه، ما از پاس کانتینوس استفاده میکنیم. مثلا the phone rang when I was watching TV. وقتی داشتم تلویزیون تماشا میکردم تلفن زنگ زد. و یا While I was driving home, my car broke down. هنگامی که داشتم به خانه برمیگشتم ماشینم خراب شد. دوستان توجه بفرمایید که در این استفاده از past continuous ما از حروف while و when استفاده میکنیم. وقتی میخوایم نشون بدیم که دو عمل همزمان اتفاق افتادن، در حالی که یکیشون در شرف اتفاق افتادن بود و دیگری اون عمل اولی رو قطع کرد، ما برای اون عمل اولی از when یا while استفاده میکنیم. مثلا وقتی که من داشتم، مثل مثالی که دیدین، وقتی که من داشتم رانندگی میکردم به سمت خونه ماشینم خراب شد، یا وقتی که داشتم تلویزیون تماشا میکردم، یعنی عملی که طول داشته، کش داشته اون عمل، یه عمل دوم اومده و عمل اول رو قطع کرده. پس این یکی از مهمترین استفاده های پاس کانتینوس هست برای بیان کاری که به صورت پس زمینه در حقیقت شکل گرفته. اما استفاده آخر پاس کانتینوس رو با هم ببینیم دوستان. برای بیان کار یا فعالیتی به پایان نرسیده در زمان گذشته در مقایسه با گذشته ساده که کارهای کامل شده رو بیان میکنه. اگه مثال رو توجه بفرمایید کامل براتون مشخص میشه این کاربرد پاس کانتینوس به چه صورت هست. I was reading a book during the flight. یعنی من در طول مدت پرواز داشتم کتاب میخوندم. But I read a book during the flight. من در طول پرواز، طول مدت پرواز یک کتاب خواندم. تفاوتش رو نگاه بکنید دوستان. در جمله اول که پاس کانتینوس داریم، به معنی هستش که لزوما من کتاب رو تمام نکردم. I didn't finish it. به خاطر همین یکی از past continuous استفاده شده. اساساً past continuous همچین دلالتی رو داره. اما در جمله دوم که از past simple استفاده شده، But I read a book during the flight.
من در طول پروازی کتاب خواندم، یعنی اون کتابو شروع کردم و کتاب رو به پایان رسوندم. پس پاس سیمپل در مقایسه با پاس کانتینیوس قرار میگیره، در مقابل پاس کانتینیوس قرار میگیره. پاس سیمپل به معنی عملی هست که در گذشته اتفاق افتاده، به پایان رسیده، در حالی که پاس کانتینیوس راجع به طول مدت یک عمل اشاره میکنه و اشاره به اینکه کی اتفاق افتاده که به پایان رسیده نداره. اساسا ما نمیدونیم که این عمل به پایان رسیده یا نه، و اگه هم رسیده اون نقطه پایانش برای ما اهمیتی نداره. پس این فرمول استفاده از پاس کانتینیوس بود دوستان عزیزم، و بعد هم راجع به کاربردهای پاس کانتینیوس صحبت کردیم. به طور خلاصه میتونم بگم پاس کانتینیوس برای بیان عملی که فقط طول مدتش مهمه و نه نقطه شروع و نقطه پایانش استفاده میشه، و همچنین برای عملی که در گذشته اتفاق افتادن و عمل دیگه اومده اونها رو قطع کرده، مثل مثال تماشا کردن تلویزیون یا رانندگی کردن به سمت خونه که با هم مثالشون رو دیدیم. خب میرسیم به مبحث آخرمون، که همونطور که من قول داده بودم خدمتون، هر جلسه ما با یک سری جملات کاربردی سعی میکنیم درسمون رو به پایان برسونیم، و بعد هم البته این جلسه یک داستان کوتاه براتون آماده کردیم. جملات کاربردی که امروز براتون آماده کردم، همونطور که جمله اول و جمله انگیزشی ابتدای درسمون راجع به پول و ثروت بود، راجع به ثروت بود بیشتر، این جملاتی که در این درس براتون آماده کردم مربوط به پول هستش. با هم نگاهی بندازیم به جملات. چهار روش برای گفتنی که من هیچ پولی ندارم، من بدون پول هستم، یا I have no money. چهار روش کاملا مصطلح. شماره 1 I'm flat broke. شماره 2 I'm skint. شماره 3 I'm penniless. و شماره 4 I'm strapped for cash. همه اینا اصطلاحاتی هستن برای گفتنی که من هیچ پولی ندارم، یعنی یا به قول خود ایرانی ها مثلا من یک قرون هم پول ندارم. جملات یک بار دیگه نگاه بکنید از جمله اول. شماره 1 I'm flat broke. broke بودن یعنی هیچ پولی نداشتن. شما flat رو هم میتونی حذف بکنی و بگین I'm broke. I'm totally broke. یعنی من خیلی ورشکستم. من خیلی بی پولم. اوکی؟ ورشکسته که نه، من خیلی بی پول هستم. flat broke خیلی تاکید بیشتری میکنه که من کاملا بی پول هستم. شماره دو، جمله دوم، I'm skint. skint هم به معنی آدمی که هیچ پولی تو جیبش نیست استفاده میشه. خیلی informal هستن این کلمات، برای محاوره کاملا استفاده میشن. یعنی من خیلی بی پولم بازم. I'm penniless. ای من یه قرون هم ندارم، هیچ پولی ندارم، کاملا بی پول هستم. و در نهایت هم strapped for cash. strapped for cash به معنی که من هیچ پولی ندارم به کار برده میشه. هر چهار عبارت کاملا اینفورمال هستن و برای صحبت عامیانه استفاده میشه ازش. امیدوارم که استفاده بکنید، امیدوارم که هیچ وقت در این شرایط قرار نگیرید، ولی اگر هم قرار گرفتید خدای نکرده، امیدوارم که از این جملات بتونید به خوبی استفاده بکنید. و در آخر دوستان میرسیم به داستانی که امروز براتون آماده کردم، داستانی که هم پاس کانتینیوس درش خواهد بود هم پاس سیمپل، و شما استفاده از پاس کانتینیوس و پاس سیمپل در این جملات و در این داستان خواهید دید، و اینکه چطور میشه از اینها به نحو احسن استفاده کرد، و چطور میشه مثلا یک ماجرایی که در گذشته اتفاق افتاده رو تعریف کرد و در اون تعریف کردن هم از پاس سیمپل استفاده بکنیم و هم از پاس کانتینیوس تا معنا رو بتونیم خیلی دقیق تر منتقل بکنیم. تمام هدف ما این هستش که بتونیم معنا رو دقیق تر و بهتر منتقل بکنیم و سپیکر بهتری به نظر برسیم از آنچه که ممکنه واقعا باشیم. اما داستان امروزی که براتون آماده شده، سعی کنیم به داستان گوش بدیم و در نهایت به سوالاتی که بالا نوشته شده پاسخ بدیم به صورت خیلی خلاصه وار. Who was she? Where was she? What was happening? به خصوص سوال آخر که چه اتفاقی داشت می افتد. ببینیم داستان رو با هم دیگه دوستان. Yesterday it was raining and thundering all day. دیروز تمام وقت باران می بارید و رعد و برق می زد. Thundering به معنی رعد و برق زدن. Anne was playing inside the house. Anne داخل خونه مشغول بازی بود. ببینید ما داریم از past continuous استفاده می کنیم. برای که راجع به عملی صحبت می کنیم که طول مدتش اهمیت داره برامون و احتمالا بیشتر از آنچه که expected میشه هم ادامه داشته. She wanted to be outside. ولی میخواست که بیرون باشه. میخواست که بره بیرون. She wasn't playing outside because it was raining. ولی بیرون بازی نمیکرد به خاطر که بیرون باران میبارید. She was feeling tired of being trapped inside the house. از اینکه داخل خونه گیر افتاده بود خسته شده بود. Trapped بودن، to be trapped به معنی گیر افتادن، به دام افتادن هستش. حالا اینجا معنی گیر افتادن رو داره. Anne was trying to keep busy inside the house. Anne تلاش میکرد که داخل خونه خودش رو سرگرم بکنه. Keep busy کردن به معنی که خودمون رو سرگرم بکنه با چیزی. She was reading her book until the electricity went out. شروع کرد به خوندن کتابش، مشغول خواندن کتاب شد تا زمانی که برق رفت. Then she decided to practice her sewing.
بعد تصمیم گرفت که خیاطیشو تمرین بکنه. Sewing به معنی خیاطی هستش. She was practicing sewing until lunchtime. تا تایم نهار، تا وقت نهار خیاطی کرد، مشغول خیاطی کردن شد. After lunch, she sat by the window and watched the rain. بعد از نهار کنار پنجره نشست و باران رو تماشا کرد. ببینید بعضی جاها ما پاس کانتینیوس داریم وقتی که عملمون به گونه‌ای هست که طول مدتش بیشتر اهمیت داره و بعضی جاها پاس سیمپل داریم وقتی که اشاره داریم به اینکه یک کاری اتفاق افتاد و تمام شد یا یک بار اتفاق افتاد و تمام شد. مثلا یک بار نشست و تمام شد این عمل و تماشا کرد بیرون رو. While Anne was watching the rain, the phone rang. باز هم کلمه while رو میبینیم. برای استفاده از past continuous معمولاً از while استفاده میکنیم. وقتی اشاره داریم که دو عمل همزمان با هم اتفاق افتادن. وقتی که Anne مشغول تماشای باران بود، تلفنش زنگ خورد. Her mother was calling to say she was coming home. مادرش تماس گرفته بود که بگه داره برمیگرده خونه. She was bringing a new game. یه بازی جدید هم داشت با خودش میآورد. Anne and her mother ate ice cream and played the game. آن و مادرش آیس کریم خوردن، بستنی خوردن و با هم بازی کردن. While they were playing، مجدداً استفاده از while رو میبینید دوستان. The rain stopped. یعنی زمانی که داشتن بازی میکردن، باران بند اومد. But Anne didn't even notice. ولی آن اصلا متوجه نشد. Notice کردن، متوجه شدن یا نشدن، فقط یک فعل، یک فعلی که یک لحظه اتفاق میفته. به خاطر این دست past simple استفاده شده براش. She was having such a good time with her mom. برای اینکه اوقات بسیار خوبی رو داشت با مادرش. وقتی به طول مدت یک عمل اشاره میکنیم حتما باید از پاس کانتینیوس استفاده بکنیم. خب دوستان امیدوارم که از این درس لذت برده باشید. امیدوارم که مفید بوده باشه براتون. پس ما در این درس راجع به پاس کانتینیوس صحبت کردیم، راجع به فرمول و فرم ساخت پاس کانتینیوس صحبت کردیم، راجع به کاربردهای پاس کانتینیوس صحبت کردیم، اون رو در مقایسه و در تقابل با پاس سیمپل قرار دادیم، چند تا اصطلاح در رابطه با پول و پول نداشتن یاد گرفتیم و یک داستان با هم دیگه دیدیم که در اون از پاس سیمپل و پاس کانتینیوس استفاده شده بود. مرسی که ما رو تماشا کردید. ممنون که ما رو دنبال میکنید. ما رو حتما فالو بکنید در فیسبوک و یوتیوب و ما باز هم به دیدن شما با برنامه جدید تری خواهیم اومد. مرسی از شما. وقتتون بخیر. و قبل از اینکه خداحافظی بکنم تشکر میکنم از شرکت محترم مورگج ترانزیت که اسپانسر این برنامه هستم. خدا نگهدار.